الدرس السادس رقم الثاني. درس ششم بخش دوم است. از درس ششم بخش دوم. از درس ششم بخش دوم مربوط به امر حاضر است که فعل ماضی خوب سه نوع به سه قسم مبنی می شد. امر حاضر که از جمله افعال مبنی است، پس چند قسم مبنی می شود؟ یبنا علی اربعه انواع. امر حاضر مبنی می شود به چهار نوع. اولا، اول علی السکون، فعل امر حاضر که مبنی بر سکون باشد. فعل امر حاضر مبنی بر سکون کدام وقت می باشد؟ اذا کان صحیح الاخر ولم یتصل به شیء. فعل امر حاضر مبنی به سکون می باشد در صورتی که صحیح الاخر باشد، یعنی آخرش کدام حرف علت نداشته باشد. ولم یتصل به شیء، و کدام چیزی دیگه هم امرایش پیوست نشده باشد. مثاله اطیع اباک. مثال اینی امر حاضر که مبنی بر سکون باشد و صحیح الاخر باشد، دیگه کدام چیز همراهش متصل نشده باشد، مثالش اطیع اباک، پیروی پدر خود را بکنید، اطاعت پدر خود را بکنید. اطیع فعل امر حاضر است، آخرش صحیح است، حرف علت ندارن و کدام چیزی دیگه همراهش یک جا نشدن. پس اینی اطیع فعل امر حاضر است و مبنی بر سکون می باشد همیشه. او یتصل به نون نسوتی. یا صورت دومش این است که فعل امر حاضر مبنی بر سکون می باشد زمانی که نون جمع مؤنث امرایش یک جا شده باشن. فعل امر حاضر است و نون جمع مؤنث امرایش یک جا شده باشد. مثاله طرزن الثياب. طرزن الثياب. طرزن الثياب. آن زن لباس را دوختن. یعنی طرزن الثياب، زنها لباس را دوخت. پس اینجا در اینجا طرزن. طرز. اینی فعل امر حاضر است. فعل امر حاضر است. فعل امر حاضر است. و مبنی بر سکون است. طرز مبنی بر سکون است. به خاطر مبنی بر سکون است که نون جمع مؤنث همراهش یک جا شدن. طرزن الثياب. ای اول شد. ثانیا و علی الفتح. دوم فعل امر حاضر مبنی بر فتح می باشد. خو چی وقت مبنی بر فتح می باشد؟ اذا اتصلت به نون التوکید ثقیلتا او خفیفتا. زمانی که با فعل امر حاضر متصل شود نون تاکید، نون تاکید ثقیله باشد یا نون تاکید خفیفه باشد. هر وقتی که نون تاکید ثقیله یا نون تاکید خفیفه با فعل امر حاضر متصل شد، اینی فعل امر حاضر مبنی بر فتحه می باشد. مثال این که فعل امر حاضر مبنی بر فتحه می باشد، مثالش چی است؟ اترکن الجدال. اترکن الجدال. خامخا شما جدال را ترک کنید. اترکن. اینی ان که است نون تاکید است و با اترکا یک جای شدن. پس اینی اترکن. اترکا مبنی بر فتحه می باشد و اینی نون تاکید ثقیله امرایش یک جا شدن. پس اترکن الجدال. ترک کنید شما، خام خطر کنید شما جدال را. هرگز خام خا شما جدال را ترک کنید.
تاکید است. پس اتروکا فعل ماضی است و فعل امر حاضر است، فعل امر ماضی نیست بلکه فعل امر حاضر است و مبنی بر فتحه است. اتروکا. ثالثا وعلى حذف حرف العلة، فعل امر حاضر که مبنی می باشد با حذف حرف علت، یعنی مبنی به این معنا که امر حرف علتش که است اویش حذف می شود. ای در کدام وقت؟ ان کان معتل الاخری، اگر آخرش معتل بود، یعنی اگر فعل امر حاضر بود و آخرش معتل بود، یعنی آخرش حرف علت داشت، پس وقتی که مبنی می شود امی حرف علتش که حرف آخرش است اویش از بین می رود. مثاله افش السلام، افش السلام، افش السلام، سلام را پخش کنید، سلام را پخش کنید. ای اصلا آخرش معتل، معتل است، افشی است، لیکن امویایش که وقتی که اینی مبنی گشت امویایش از بین رفت. در اینجا اینی فعل امر حاضر مبنی بر چی می باشد؟ بر حذف حرف علت، اما حرف علت که بود یا اویش حذف شد، افش السلام شد، افش السلام. رابعا نوع چهارم از انواع مبنی فعل امر حاضر، فعل امر حاضر به آن مبنی می شود و على حذف النون، به حذف نون فعل امر حاضر مبنی می باشد. ای در کدام وقت به حذف نون مبنی می باشد؟ اذا اتصلت به واو جماعت، زمانی که با فعل امر حاضر واو جمع یکجا شوند، در این صورت اینی فعل امر حاضر مبنی بر حذف نون می باشد، نونش حذف می شود و مبنی می باشد. مثالش اوفو بالعهد، اوفو بالعهد، شما وعده خود را وفا کنید، وعده خود را تکمیل کنید، پورا کنید. اوفو، اوفو، در اینجا اوفو نه است، لیکن در اینجا چون مبنی گشتن واو جماعت هم رایش یک جا شدن، در اینجا اینی اوفو مبنی است به حذف نون، اما نونش حذف شدن و باقی میمانده به می سکون مبنی شدن، به حذف نون مبنی شدن، به سکون مبنی نشدن بلکه به حذف نون مبنی شدن. پس اوفو بالعهد این مبنی است. از دو نوع فعل که یک فعل ماضی بود و دیگر فعل امر حاضر بود از او خلاص شدیم. فعل ماضی با سه قسم مبنی می شد، فعل امر حاضر با چهار قسم مبنی می شد. والفعل المضارع يبنى على نوعين، وفعل مضارع كياس مبني مي شود بدو نوع. اولا على الفتح، در قدم اول فعل مضارع مبني بر فتح مي باشد چي وقت؟ اذا اتصلت به نون توكيد، وقتي كي متصل شود با فعل مضارع نون تاكيد ثقيلة او خفيفة او نون تاكيد خفيفة. هر وقتی که با فعل مضارع نون تاکید ثقیله متصل شد یا نون تاکید خفیفه هم رایش متصل شد، پس این فعل مضارع فعل مبنی بر فتحه می باشد. مثاله، یعنی مثال نون تاکید ثقیله که با فعل مضارع متصل شده باشد و فعل مضارع با فتحه مبنی باشد اینی است: لانصرن المظلوم، لانصرن المظلوم، خامخما نصرت خواهد کردم مظلوم را. لانصره فعل مضارع است متکلم و نون تاکید امرایش یک جا شدن، لانصرن نه، پس بخاطر یک جا شدن این نون تاکید ثقیله لانصره مبنی بر فتحه است. لانصره فعل است، لانصره آخرش بر را فتحه دارن، پس اینی فتحه علامه مبنی بودن فعل مضارع است. مثاله نون توکید خفیفه، مثال نون تاکید خفیفه مثلا لأجیدن عملی، لأجیدن عملی، اجید
فعل است. خامخا عمل خود را درست می کنم. نون تاکید خفیفه هم رایش یکجا شده که لعجیدن عملی. پس اینی لعجیده که است دالش فتحه دارن و اینی فتحه علامه مبنی بودنی لعجیده است بخاطر که نون تاکید خفیفه هم رایش یکجا شده. پس فعل مضاری مبنی بر فتحه می باشد زمانی که در آخرش نون تاکید ثقیله بیاین مانند لانصرن المظلومه لانصرن، او یا در آخرش نون تاکید خفیفه بیاید مانند لأجیدن عملی. ثانیا وعلى السکونی، دوم فعل مضاری که مبنی می شود به سکون مبنی می شود. در کدام وقت؟ اذا اتصلت به نون النسوتی، زمانی که با فعل مضاری نون جمع مؤنث یک جا شود در این صورت فعل مضاری مبنی بر سکون می باشد. زمانی که نون جمع مؤنث امرایش یک جا شود در این صورت باز فعل مضاری ما مبنی بر سکون می باشد. یا مبنی بر فتحه می باشد اگر نون تاکید ثقیله و خفیفه در او آخرش بیاید، و یا مبنی بر سکون می باشد که در آخرش نون جمع مؤنث بیاید. مثاله البنات یأکلن، البنات یأکلن، دخترا خوردند، یأکلن یأکل. این فعل مضارعی است مبنی بر سکون است. بخاطر چی؟ بخاطر ازی که نون جمع مؤنث در آخرش آمده. پس بخاطر ازی که نون جمع مؤنث در آخرش آمده یأکل فعل که است این مبنی بر سکون است. یأکل مبنی بر سکون است. پس فعل مضاری به دو نوع مبنی می شود، یا مبنی بر فتحه یا مبنی بر سکون. مبنی بر فتحه در زمانی می باشد که در آخری فعل مضاری نون تاکید ثقیله یا خفیفه بیاید، و مبنی بر سکون در زمانی می باشد که در آخری فعل مضاری نون جمع مؤنث بیاید مانند البنات و یأکل. این بود بخش دومی از درس ششم. بخش دومی از درس ششم که فعل امر به چند نوع مبنی می شود؟ به چار. فعل مضاری به چند نوع مبنی می شود؟ به دو. و از این که در پیشتر که فعل ماضی را خواندیم، فعل ماضی به چند نوع مبنی می شود؟ به سه. حالا می آیم به بخش سوم درس ششم و بخش اخیری درس ششم. حالا می آیم به درس اخیری بخش ششم. بخش دوم به همین جا به پایان رسید. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.